سوال دوم اینه که گفته همسر من شلخته است. این همسر شلخته به امور منزل بی توجهه، توجهی به امور منزل نمی کنین. آقای دیگه ها؟ آره دیگه آقای، معمولا خانما برای ما پیام میدن، آقایون به سختی میرن مشاوره، ولی وقتی میرن مشاوره خیلی زود تغییر میکنن. خانم ها به آسونی میرن مشاوره، ولی ما هرچی میگیم کار خوشی نمیکنن. یه خانمی زنگ زده بود به دفتر من، به منشی من، گفته بود که وای آقای دکتر چقدر قشنگ صحبت میکرد، چقدر جالب بود. بعد منشی من گفته بود که خب چی میگو؟ گفت یادم نیست چی میگو، ولی خیلی حرف قشنگی میزد. خب ما شما میایید مشاوره، ما بهشون میگیم، به شما میگیم که مثلا به فرض تا سه هفته به پارتنرتون زنگ نزنید. میره هفته بعد آقای محمد یا زنگ زدم نتونستم طاقت بیارم. میگم خب الان چیکار کنم؟ پول دادی، وقت گذاشتی، وقت منو گرفتی، گوش نمیکنی، من چیکار کنم؟ خب حالا این سوال یه خانومه، گفته که همسر من شلخته است جانم، خدا بده برکت. این همسر شلخته به امور منزل بی توجهه، کمکی هم نمیکنه، کارها رو وظیفه زن میدونه و زن رو اصلا حساب نمیکنه. من چیکار باید بکنم در برابرش؟ خانم محترم، شما زیاد کولی دادی، شما زیادی وا دادی، شما در واقع یک زن هلپر هستی، ایثارگری، فداکاری، و خیلی از کارها رو انجام میدی. مغز ایشون رو شما، شخص شما برنامه ریزی کردی، شما مغز همسر شلختت رو برنامه ریزی کردی. ایشون لیوانه میذاره اونجا، میخوره، میریزه، میپاشه، شما جمع میکنی. خب شما از روش جانشین های تنبیه استفاده کنید، حرکات، یادداشت، جملات توصیفی، تکرار جملات توصیفی، ندای دو کلمه ای، درخواست از او برای حل مسئله و بیان ارزش ها و دادن اطلاعات. خب حالا من دادن اطلاعاتش رو میگم چون اینا خیلی زیاده. بهش میگیم جانشین های تنبیه. اولا بار مسئولیت همسرتو به دوش نکش. اون اگه میگرده دنبال جورابش مثلا، چون آدم که شلخته است معمولا گم میکنه وسایلش رو دیگه، معمولا هی دنبال جورابش میگرده، دنبال نمیدونم عینکش میگرده، دنبال سویچش میگرده، دنبال نمیدونم چه ریش تراشیش می، همش میگرده دیگه، مثل حاج زنبور عسل همش دنبال گم شده باشه. خب شما میگه بار مسئولیت ایشونو به دوش میکشی، احتمال بالای 90%. مثلا ایشون میگه که اختر جورابای من کجاست؟ تو رو خدا دیر شده من الان دارم میرم. شما میگه گذاشته بودی پشت تلویزیون، خراب شد. آها، مغز ایشون برنامه‌ریزی شد که همچنان شلخته بمونه. شما نباید بار مسئولیت ایشون رو دوش بکشید. شما باید بگی جوراب من پامه. حالا نمیخوای اینجوری بگی، حالشو بگیری، حالشو نگی. شما بگو که وای خدای کجا دیدم جوراب تو؟ یه جا دیدم. ولی نشون نده. بذار خودش پیدا کنه. وقتی شما بار مسئولیت رو به دوش میکشی، از مردت یه آدم شلخته میسازی. پس بار مسئولیت او رو به دوش نکش، بذار خودش کارها رو انجام بده. این یک. دوم، خب دست از انتقاد و توبیخ و سرزنش بردار. خب ما معمولا مثلا شروع که گیر میدیم دیگه، دوباره لیوان خورد اینجا گذاشتی، دوباره مثلا این جرابتو در مورد انداختی رو مب، من نگفتم ننداز رو مب، جراب کثیفه، وقتی از بیرون میای اینجوری کن پلو. از چند سال داری اینجوری حرف میزنی؟ نتیجه میگیری؟ نتیجه نمیگیری که، فقط خودتو خسته میکنی. اینا رو بذار کنار. شما اول بنا رو میذاری بر تقویت، اول بنا رو میذاری بر تقویت، یعنی مثل شیری که در کمینه آبوه، در کمینه همسرت هستی. به محض مشاهده کوچکترین رفتار قشنگ و خوشگل و زیبای شیکی بلا فاصله وارد جریان میشی، شکارش میکنی. مثلا از بیرون میاد، حالا خسته است، جورابشو در میاره، با وجود خستگی مثلا میذاره توی کفشش، مثلا میذاره میندازه توی لباسش، همونجا شکار میکنه. به حسن آقا دستت در نکنه، واقعا
مرسی که جورابتو انداختی توی لباسشویی، واقعا دستت درد نکنه. اون دفعه اونجا بود، وای چقدر صحنه وحشتناکی بود، افتاده بود رو مبل، بعد بو هم گرفته بود، مبلم بو گرفته بود، من اون بودم کلی چیز کردم شستم، مرد نشی ها، نمیخوام یاد بگیرم ازت. الان خوشحالم که الان انداختی اونجا، انداختی تو لباسشویی، واقعا دست مریضه، دستت درد نکنه. بذار به افتخارت برم یه چای به خودم بدم. یه شوخی هم میکنی، یه طنزی هم به کار میبری، فضا رو عوض میکنی، فضای صمیمانه دوستانه و یه حس خوب بهش میدی. خب پس بنا رو همیشه این اولین و مهمترین اصل بهداشت روانیه. مهمترین اصل بهداشت روانی چیه؟ همواره بنا رو بر تقویت افراد و انسان ها بگذاری، نه بر تضعیفشون، نه گیر دادن، نه حال گیری کردن. این باید استراتژی ما انسان ها باشه. ما همواره باید بنا رو بر تقویت همسرمون، فرزندمون و عزیزانمون بگذاریم. مترصد این باشیم، در کمین این باشیم که اونها کوچکترین رفتار قشنگ و زیبایی انجام دادن، بلافاصله یه شکارچی حرفه‌ای باشیم و اون رفتارهای خوب و زیبا رو شکار کنیم. خب پس وقتی که ایشون رفتار اشتباه انجام میده، چون نیاز به توجه داره و شما به اون رفتار اشتباه توجه میکنی، خود به خود رفتارهای اشتباه در مغز او برنامه ریزی میشه. و وقتی که او بی نظمی میکنه، بی مسئولیتی میکنه و شما بار مسئولیت شو به دوش میکشی، خود به خود داری مغز او رو چیکار میکنی؟ برنامه ریزی میکنی، یعنی پاداش بهش میدی. خب یه مثال ساده براتون بزنم. فرض کنید که شما یک روز صبح میرید ورزش کنید، یه دفعه میرید که رو زمین یه بسته تراول 50 تومانی افتاده، 100 تا 50 تومانی، چقدر مثلا میشه؟ چقدر؟ 500 هزار تومن؟ نه، میشه 5 میلیون تومن. من هیچ وقت ریاضیم خوب نبود، 5 میلیون تومن. خب اونجا 100 تا 50 تومانی افتاده رو زمین، شما برمیداری و بعد دنبال صاحبش میگردی، اعلام میکنی که من یه مبلغی رو پیدا کردم، پلاکاردی میزنی، کاغذ میزنی، خلاصه پیدا نمیشه صاحبش. میری مثلا از عالم میپرسیم که مثلا یک پنجمشو بده بره، چهار پنجمش مال خودش، حالشو ببر، صفا سیتی برو، عشق تو بکن. هیچ، شما یه تومنشو میدی، چهار تومنشو میذاری توی حساب خودت. حالا هفته بعد دوباره رفتی اونجا ورزش کنی، درست همون جایی که هفته پیش اون بسته افتاده بود، رفتی اونجا، میری اونجا، خود به خود سرت میگرده، دنبال یه تراول پنجاهی میگرده، یه بسته تراول پنجاهی میگرده، اونجا که پول نریخته نیز من. چرا شما میری دوباره اونجا رو میگردی؟ داستان چیه که شما دوباره میری اونجا رو میگردی؟ ببین قضیه اینه که مغز شما برنامه ریزی شد، تمام، مغزتون برنامه ریزی شد. و شما وقتی که هر بار بری پارک تو اون نقطه ورزش کنی، بدون اینکه خودت بخوای، اینجوری سرتو برمیگردونی اونجا. خب پس اینجوری ما تقویت میشیم با رفتارهای طرف مقابلمون. اون وقتی به رفتار اشتباه ما بها میده، توجه میکنه، ما خود به خود به اون سمت میریم. خب پس هر آدمی از رفتارهای اشتباه خودش یه بهرهایی میبره. به ما روانشناسا میگن گین بیمار رو کشف کنید، یعنی اون چه بهرهی از اون کار میبره. خب همسر شما یه سودهایی میبره از شلختگی خودش که بسیاری از اون سودها رو شما بهش میدید با توجهات اشتباه و بیجایی که میکنید بهش، یعنی جا نداره اونجا بهش توجه کنید. خب اونجا باید ولش کنید و قطعا با بی نظمی های زیادی مواجه میشه، وسایلش رو گم میکنه، ضربه میخوره از این بی نظمی که داره. میتونید اطلاعات بهش بدید. اول بحثم گفتم ما یه تئوری داریم، تئوری پنجره شکسته، خیلی قشنگه این تئوری، من خیلی درس گرفتم ازش و خیلی به من کمک کرد در نظم و انضباط خونه زمانینه. خب
تئوری پنجره شکسته میگه که وقتی شما یک چیز رو که از سر جاش برمیدارید، سر جاش نمیذارید، یا یک چیزی خراب میشه در حد و اندازه های کوچیکه، سریع باید اون عیب رو رفع کنی. اگر رفع نکنی میشه 2 تا، میشه 100 تا، میشه 1000 تا، میشه 10000 تا، اصلا اونجا رو گند برمیداره، افتضاح میشه، میشه بازار شام، خیلی داغون میشه اونجا. تئوری پنجره شکسته از این قرار بود که دیدن که مثلا یه پنجره شکسته، صاحب اون ساختمون نرفت اون پنجره رو بندازه، فرداش دید یه پنجره دیگه هم شکسته، پس فردا دید که یکی از اونجا رفته تو یکی از خونه ها رو مثلا دوز زده، پس اون فردا یکی دیگه. دیدید تا به حال دیدید مثلا یه ماشین کنار خیابون خراب مونده، مثلا شیشهش یه ذره شکسته، ولش کنی اونجوری اون شیشه شکسته مونه، اون یه شیشه دیگه‌ش هم میشکنن. خب حالا این تو مدیریت خیلی موثره، مدیریت خودتون، مدیریت زندگیتون، مدیریت دیگران، خیلی قشنگ میتونید چیکار کنید، میتونید از این تئوری پنجره شکسته استفاده کنید. مثلا شما یه ماشینتون یه ذره تخت تخت صدا میده، خب شما یه تخت تخت صدا میده، چی صدا میده؟ بعضی ما صدا میده، بعضی ما صدا نمیده، بعضی ما کم صدا میده، بعضی ما زیاد. اون آدمی که زرنگه همون روز میبره مکانیکی، همون روز مثلا میبره اگزوست سازی، میگه این چیه؟ اونی که از تئوری پنجره شکسته استفاده نمیکنه میذاره، حالا حالا میگذره میگذره، یا اون ماشین روغن سوزی افتاده، نگو اونجا مثلا اگزوز یه مشکلی پیدا کرده، نبرده اون درست کنه، اون وسط اگزوز مثلا فیلتر افتاده، فیلتر مثلا زده، دوده میاد میومده تو، خلاصه زده ماشین رو ترکونده. هیچ، ببینید مثلا یکی از همین راننده‌ها تعریف میکرد، میگفتش که ماشین من میومیدم آمپرش یه سر میره بالا، خب نبردم فکر کردم مثلا آمپرش خرابه، در حالی که نه، مثلا به فرض پمپ آبش خراب بوده که آب نمیرسونده، و زد به جای اینکه مثلا اون ماشینی که مثلا با 50000 تومان درست میشد یهو 1.2 میلیون خرج افتاد. خب پس این تئوری پنجره شکسته است. یه دونه دیوان برداشتی آب بخوری، اونو سری بذار سر جاش، یعنی آبو بشورش بذار سر جاش، یه دونه دستمال کاغذی انداختی اونجا، نگو حالا یه دونه بذار 4 تا بشه بعدا، نه، تئوری پنجره شکسته میگه اگه اون دستمال کاغذی رو بر نداری در مدت 1 هفته اونجا تبدیل میشه به یه خرابه. خب پس به همسرتون اطلاعات بدید، بگو که تئوری پنجره شکسته میدونی چه خیلی قشنگه، نه که بخوای مچمونه بگیری حالشو بگیری، یا بگو من یه تئوری دیدم خیلی قشنگه، این تئوری خیلی تو مدیریت زندگی و امور زندگیمون، نظم زندگیمون، امور نظممون کمک میکنه، به کارهای نظم زندگیمون کمک میکنه و نظم میده به تمام برنامه هامون. یه نگاهی بکن. حالا منم میذارم توی کانال @beautiful life 110، برید ببینید، به سایت ما سر بزنید www.drmohammadimiyan.com و کانال تلگرام @beautiful life 110، همینطور کانال آپارات ما، برید سر بزنید، بنویسید محسن محمدی نیا، کانال آپارات ما رو سابسکرایب کنید، همینطور کانال یوتیوب رو، و از صدها ویدیویی که گذاشتم به رایگان بهره ببرید. کلاس زن کامل ما همچنان ادامه داره، 1-2 جلسه مونده، کارگاه آنلاین هست، میتونید ثبت نام کنید، اگر نمیتونید پکیجاشو به زودی در سایتمون خریداری کنید، حتما بسته آموزشی پذیرش رو تهیه کنید، حتما بر هر ایرانی، بر هر فارسی زبانی، بر هر انسانی در کره زمین واجب، که انشالله به زبان انگلیسی هم خواهم گفت این پکیج رو، برای همه انسان ها واجبه، خیلی باعث آرامش، اعتماد به نفس، عزت نفس، رابطه عاشقانه در زندگیتون میشه، بسته آموزشی پذیرش. شاد باشید، با خدا باشید، تا خدا هست از هیچ چیز و هیچ کس نهراسید. میتونید برای اخذ مشاوره به شماره 2060-17-64-87-401 مراجعه کنید. شاد و سرفراز باشید. خدا یار و نگهدارتون.